بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. خبرگزاری فرانسه با عنوان سازمان ملل میگوید ایران به طور متوسط بیش از 10 نفر را در هفته اعدام می‌کند نوشت ایران در سال جاری به طور وحشتناکی تعداد بالایی را اعدام کرده است که به طور متوسط به بیش از 10 نفر در هفته افزایش یافته است. حداقل 202 نفر از اول ژانویه در این کشور اعدام شدند. واشنگتن تایمز با عنوان یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور بایدن درباره بازدارندگی و ایران نوشت دولت شما همواره از یک رویکرد دیپلماتیک که مشخصه آن اقدامات پیشگیرانه برای ارائه کاهش تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران است حمایت کردند در حالی که این تلاش‌ها تا به امروز موفقیت‌آمیز نبوده است اما چشم‌انداز دلخراش این است که موفقیت و ماهیت این تلاش‌ها به اهرم‌های فشار ایالات متحده بستگی ندارد خبرگزاری آناتولی نوشت علی بیگدلی کارشناس ایرانی روابط بین‌الملل امروز گفت آنچه که باعث شده که عربستان سعودی به توافق با ایران راضی شود این است که ایران باید از عراق، سوریه، لبنان و مخصوصاً یمن خارج شود. سایت واشنگتن فری بیکن نوشت دولت بایدن مانع از آن است که مقامات کشتی‌های حامل نفت تحت تحریم ایران را ضبط کنند. اقدامی که به گفته قانونگذاران به فعالیت‌های تروریستی رژیم سخت‌سر دست باز می‌دهد. اداره امنیت داخلی آمریکا می‌گوید که به واسطه محدودیت‌های سیاست اعمال شده توسط وزارت خزانه‌داری در یک سال گذشته قادر به توقیف نفتکش‌هایی که نفت تحریم شده را هم می‌کردند نبوده است. سایت فاکس نیوز با عنوان ده‌ها دیپلمات ارشد ایالات متحده از بایدن خواهان توقف دیپلماسی با ایران شدند نوشت این نامه استدلال می‌کند که استراتژی فعلی بایدن برای کاهش تحریم‌ها در ازای رفتار خوب خطرناک است چون اهرم‌های فشار ایالات متحده تاثیرگذار نیست و بیشتر به اولویت‌های رژیم ایران بستگی دارد سایت کنگره آمریکا نوشت نماینده جان جیمز روز جمعه قانون رسیدگی به موضع شریرانه ایران را معرفی کرد. این لایحه به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه حامیان مالی ایران است و نظارت کنگره برای هر گونه توافق هسته‌ای بین ایالات متحده و ایران را الزامی می‌سازد. سایت کمیساریای عالی حقوق بشر نوشت: کارشناسان سازمان ملل امروز چندین اعدام اخیر رژیم ایران از جمله حبیب چعب یک تبعه سوئدی ایرانی از ملیت عرب اهوازی و یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند که این اعدام‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی در پی محاکمه‌های ناقص به منزله محرومیت خودسرانه از حق حیات است.